مریم رجبی کیست؟ مریم رجبی همکنون رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران است. او در آذر 1332 در تهران متولد شده، فارغ التحصیل رشته مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی شریف است و فعالیت‌های سیاسی خود را از سال 1352 آغاز کرده است. مریم رجبی تا سال 1357 به عنوان یکی از مسئولان جنبش دانشجویی وابسته به مجاهدین علیه رژیم شاه فعالیت می‌کرده و از سال 1358 تا 1360 از مسئولان بخش اجتماعی سازمان مجاهدین خلق ایران بوده است. در سال 1359 از سوی مجاهدین به عنوان کاندیدای نمایندگی مجلس از تهران معرفی شد. خواهر بزرگتر وی نرگس در سال 1354 در زمان شاه به دست ماموران ساواک کشته شد. خواهر دیگر وی معصومه که دانشجوی مهندسی صنایع بود در سال 1361 به دست رژیم ملایان دستگیر و در حالی که باردار بود بعد از شکنجه های فراوان اعدام شد. از سال 1364 تا 1368 هم ردیف مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران بود. در سال 1364 با مسعود رجبی ازدواج کرد. از سال 1368 تا 1372 مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران بود. شورای ملی مقاومت ایران، پارلمان در تبعید، در سال 1372 مریم رجبی را به عنوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال معرفی کرد. قرار گرفتن مریم رجبی در موضع رئیس جمهور برگزیده مقاومت یک چالش سیاسی اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیک فوق‌العاده در مقابل آخوندهای زن ستیز حاکم است. مریم رجبی در طول سالهای مسئولیتش در شورای ملی مقاومت ایران هدایت دشوارترین کارزارهای بین المللی علیه دیکتاتوری ولایت فقیه را بر عهده داشته است. خروج نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی، بسته شدن پرونده کودتای 17 جوان و تأمین حفاظت و انتقال مجاهدین اشرفی به خارج از عراق از جمله این کارزارهاست.